جناب آقای مشیری، شب شما خوش. درود بر شما جناب مولی گرامی، امیدوارم خسته نباشید. درود و خدمت هموطنان، همزبانان، دوستان رادیو صدای ایران. و متاسفم هفته پیش نتونستم خدمتتون باشم، امیدوارم خسته نباشید. خواهش میکنم، خیلی ممنون و خوشحالیم که امشب با شما هستیم جناب آقای مشیری. در خدمتتون هستم آقای مشیری. این روزا شنیدم که دارین درباره شاهنامه تحقیق میکنین، درسته؟ حالا خدمتتون عرض کنم آقای مولی گرامی، قریب یک سال پیش عرض شد که یک نسخه شاهنامه به دست ما افتاد و همه کارها رو گذاشتیم کنار و بحثی بود در باب اغلاطی که بود و صحبتها با دوست مشترک و گرامی دانشمند ما ایرج خان، که من اسم فامیلشون رو نمیبرم. ایشان تشویق فرمودن که شما چنین کاری رو انجام بده در باب رستم و سهراب. یک سالی است که ما مشغول هستیم به این 1053 بیت آقای موری گرام. با توجه به این که یک نسخه جدیدی هم خوشبختانه نسخه کامل و جامع و خوشخط و مضبوط کشف شده است به نام نسخه سنت جوزف، که بسیاری از این خطاهای که در همه این نسخه ها بوده است در اونجا نیست و حلال بسیاری مشکلات هست، این است که یک سال گذشته کار من همین بوده است که فرمودی قربان. در واقع هدفتون چی از این تحقیقات مشیری؟ ببینید آقای موری، این شاهنامه کتاب کودکی ماست، کتاب در واقع انس و الفت ما با این کتاب بوده از بچگی. در واقع وقتی حالا هر کسی یک دیدی دارد، به گمان من اون که تا امروز در باب رستم و سهراب به خصوص این یک داستان رو در نظر گرفتم نگاه کردم، خطا بسیار داره، بسیاری چو بسیار چاپ شده است، هم در متن کامل شاهنامه ها هم به طور جداگانه. اینها عرض کنم که خطاهای بسیار زیاد در اینجا بود و خوشبختانه در این یک سال من توانستم بسیاری از این خطاها رو پیدا کنم، البته با مستندات، و یک نسخه جدیدی از رستم و سهراب رو به چاپ برسونم. آقای مشیری، در رستم و سهراب در حقیقت یک فلسفه ایران باستانی مندرج نیست؟ خب بله، این بستگی دارد که شما چگونه داستان رو تفسیر می‌فرمایید. اینجا ما یک قهره، یک داستان رستم و سهراب به مفهوم یونانی یک تراژدی است، در واقع داستانی است که قهرمان اصلی ناخواسته بر اثر شرایطی که برای او ایجاد می شود دچار یک ضایعه جبران ناپذیر می شود و این قهرمان در اینجا رستم هست که این ضایعه در واقع جبران ناپذیر کشتن سهراب هست و ما می توانیم این رو در واقع در قوام یافتن شخصیت رستم یک عرض کنم قدم بلند به نامی که رستم در واقع ضمن اون که پهلوانی بزرگ هست و ضمن اون که بسیار خوارق عادات از او سر می زند، مردی دردمند هم هست. بنابراین به گمان مخلص این واقعه سهراب در توسعه شخصیت رستم بسیار بسیار مهم هست و یک نگاه دیگر از اون می شود این باشد که رستم در واقع برای نگاهبانی از ایران بدین میدان آمده و پسر خود رو در راه ایران فدا کرده است. این است که این مربوط می شود به فرمایش جناب عالی. آقای مشیری، به زودی چاپ خواهد شد نسخه؟ به زودی که گمان نمی کنم به این زودی باشد، ولی فکر میکنم شاید تا 3-4 ماه دیگری بگذرد و ما باز اینا رو بازخوانی کنیم و بازنویسی، ممکن است بتوانیم 3-4 ماه دیگری اینو چاپ بکنیم. آقای مشیری، ما شما در این زمینه از یاری دیگر استادان محقق؟ بله، با چند تن از استادان در تماس هستم آقای مهری، عرض می شود که داخل ایران هستم و بعد دوستان اینجا هستن و تمام این نسخه ها رو هم من توانستم از کنم تهیه بکنم و روی اینها کار بکنم و مقایسه بکنم و این سخن فردوسی در بسیاری از مواقع در این نسخه ها منطق سخن یک سره از دست
رفته بوده است تا به امروز. حالا من یک نمونه خدمت شما عرض میکنم، شما قضاوت بفرمایید. به طور کل منطق باطل شده بوده و من تعجب میکنم که چگونه عرض کنم که این اغلاط باقی مانده. ببینید در موضوع عرض کنم که رستم، ببخشید، سهراب و هجیر، حالا هجیر هم خوانده میشه، حالا بماند. سهراب وقتی که میخواهد پدر رو شناسایی بکند، میرود در یک سر یک تپهی مشرف به سپاهیان ایران و میگوید که هجیر رو پیش او ببرد، چون هجیر پسر گودرد هست و او همه پهلوان رو میشناسد. میگوید من از تو میپرسم، یکی یکی به من بگو این خیمه ها اینها و این سربرماندی ها متعلق به کدام پهلوان است. میفرماید بفرمود تا رفت پیشش هجیر، بگفتا که کجی نیاید ز تیر، نشانه نباید که خم آورد، چو پیشان شود زخم کم آورد. یعنی در واقع هیچ پیوند منطقی بین این بیت دوم که در همه نسخه ها بلا استثناء از نسخه لندن تا چاپ مرحوم مینویی و چاپ آقای خالقی و چاپ عرض کنم مهر و چاپ ماکان اینها بوده به این وجه است. بفرمود تا رفت پیشش هجیر، بگفتش بدو گفت، از میخوام بدو گفت کجی نیاید ز تیر، نشانه نباید که خم آورد، چو پیچان شود زخم کم آورد، یا سرفشان شود زخم کم آورد، که هیچ داره هیچ معنی نیست. ما از با ذهن بچگی هم که ما میخواندیم به این بیت میگفتیم این چه معنی میدهد نشانه نباید که خم آورد. اگر صحبت از تیر هست، پس چرا موضوع سخن نشانه شده است؟ این معلوم شد که در این همین عرض کنم تحقیقی که من میکردم اینها معلوم شد چنین نیست، بیت چنین بود آقای موری گرامی، یعنی دو بیت چنین است. بفرمود تا رفت پیشش هجیر، بدو گفت کجی نیاید ز تیر، نشانه نیابد چو خم آورد، چو پیچان شود زخم کم آورد. که با یک نقطه کاملا موضوع روشن شد. میگوید که در واقع میخواهد بگوید که به کنایه که سخن راست بگو، چون سخن دروغ به مقصد نمیرسد، و تیر اگر کج باشد نشانه رو پیدا نمیکنه، و اگر پیچان باشه زخم کم آورد، یعنی به هدف نمی نشیند، ضربت کمتری به نشانه میزند. از این دست خطاها بسیار بسیار زیاد بوده. یک نمونه دیگرش که در همه شاهنامه هست در موضوع فرض فرمایید که رفتن تهمینه به بالین رستم، عرض شود که بسیاری از شاهنامه می فرماید سخن گفته آمد، یا سخن گفتن آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردن باز، یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مرد. بسیار خوب. پس بنده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان بر او رنگ و بود. بسیار معنی درست است. این بیت دیدی برش آمده است که من خدمتتون عرض میکنم. بله، سخن گفتن آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردن باز، یکی برده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به نزدیک مست. بعد می فرماید که پس برده اندر، یا پس پرده اندر، که هر دو غلط است. یعنی اینجا بنده که به معنی خدمتکار هست و متناسب هست با صحنه و فضا، یعنی یک کسی بود، پرستاری بود که در واقع اسرار تهمینی پیش او بود، به برده تبدیل شده. این یک خطای عرض میکنم که صریحی است که برده نمیتواند باشد، چون ما میگوییم ما بندگان خدا هستیم، برده معنی کاملا متفاوتی دارد. حالا اینها در این مورد که عرض کنم که وقتی که تهمینه با رستم سخن میگوید، اونجا برای توجیه عشق در واقع فعلا هم نزد رستم هم از زبان فردوسی نزد خواننده کتاب شروع میکند عرض کنم از پهلوانی های رستم نام بردن و میگوید بجستم همین یال و بر، اگر همچی بیتی سال من چون به قوت حافظه میخوانم، زیال و برد بدین شهر کرد ایزد آبش خورد. یعنی من جستجوگر کتف و یال و بدن و ماهیچه های شما بودم و شما در که اینجور نیست. عرض کنم که تهمینه میگوید که من جستجوگر زادگاه تو بودم و این مثلش کار من یادم نیست، در سن جوزف هست. و این بسیار بسیار عرض کنم که بیتیست که با افاق سخن فردوسی و احوال اون شاهزاده
عرض کنم که خانایی ندارد که بگوید من جستجوگر پیکر بر و دوش تو بودم. بجست یادم آمد قربان، باید بینیم وقت باشد. بجستم همیشه زبوم و برد، کوی تو کجا بود؟ تو در کجا بودی؟ من جستجوگر این بودم که در تو چه جایی، در چه محیطی زنده. جستجوگر کوی یار بودم تا اینکه خداوند تو رو آبشخور تو رو به اینجا کرد. نه که بجستم همیشه زیال و برد، که یعنی من جستجوگر که سویال و بدن تو بودن تندکی پورنوگرافیک هم هست و این غلط در واقع متناسب با صحنه نیست که ما بگوییم بجستم همیشه زیال و برد، بلکه بجستم همیشه زبوم و برد و اغلاط بسیار بسیار دیگری هم هست که در ضمن سخن میتوانم من به اینها اشاره بکنم. یا فرض فرمایید که وقتی که رستم بازگشت از سهراب از میدان جنگ، میپرسد که چه خبر بود؟ از هومان سهراب میپرسد. عرض میکنم که سهراب هم شروع میکند که توضیح دادن. بدو گفت هومان که فرمان شاه چنان بود کزیدر نجنبد سپاه، همه کار ما سخت ناساز بود، داورد کشتن به آغاز بود. که اصلا هیچ معنی از این بیت، این مطابقه فکر کنم شاهنامه خالقی است، هیچ معنی ندارد. این ملاحظه من یک بار یه میخونم خدمت هم وطنان. بدو گفت هومان که فرمان شاه چنان بود کزیدر نجنبد سپاه، همه کار ما سخت ناساز بود، به هماورد کشتن به آغاز بود. اصلا هیچ معنی نداره آقای مرید، این بدین وجه بوده. بدو گفت هومان که فرمان شاه چنان بود کزیدر نجنبد سپاه، همه کار ما سخت باساز بود، به آورد گشتن به آغاز بود. یعنی این که ما آماده نبرد بودیم، چپ و راست ما منظم بود، سپاه آماده حمله بود، اما شاه فرمان داده بود که سپاه از جای نجنبد، این است که ما حرکت نکردیم. منطقی هست در واقع، یعنی فردوسی مهمل که نگفته است، این است که بر اثر گذشت زمان و این رونویسی ها این اغلاط وارد شده است و بسیار غلط های دیگر. مثلا فرض فرمایید که عرض کنم که در جنگ رستم و سهراب هر دو خسته شدند از همدیگر. رستم میگوید چپ شد، ما فردا بایستی با هم جنگ کنیم. عرض کنم که اگر بیت یادم یا خدمتتون میخونم که میگوید که بر این دشت هم دار و هم منبر است، که روشن جهان زیر تیغ اندر است. سهراب رستم به سهراب میگوید. این مطلب رو عرض کنم که مطلق این مسلحان محترم متوجه این غلط فاحش نشن و در معنیش باز ماندن. استاد گرامی که این چه معنی دارد و چون معنیش رو نفهمیدن، عرض کنم که واریانت های خیلی غلطی در این باب وارد کردن که الان کلیت قضیه در حافظه من نیست و بعد میتونم در بابش صحبت کنم و بسیار بسیار چیزهای دیگر. تا میگوید که او بود، فرض کنید در باب پس سوال میکنن چه خبر بود، از اون یکی رستم میپرسد که چه خبر بود، من که نبودم در قلب سپاه چه خبر بود. میگوید یک سواری آمد و به توس حمله کرد. عرض کنم که چو گرگین فرود آمد و برنشد، که او بود بر قلب و میگه به توس حمله کرد، چون توس فرماندار یا که او بود بر قلب و نیزه به دست، چو گرگین فرود آمد و برنشست. که اساسا مطلق گرگین اینجا موضوعیت نداره. در اینجا گرگین چه کاره بوده اینجا در حال و معلوم میکند که در این نسخه های قدیم یک کسی میخوانده و یک کسی مینوشته، احتمالاً این خوانده است چو گرگ این فرود آمد اون برنشست. یعنی سهراب مانند گرگ فرود آمد و توس سوار اسب شد و بیت صحیح است. این مطلب رو مهر دریافته و نمیدانم منبع چه بوده، که او بود بر قلب و که او بود بر قلب و نیزه به دست، یعنی پیاده ایستاده بود نیزش دستش بود، چو گرگ یعنی سهراب مثل گرگ حمله کرد و توس سوار اسب شد. این گرگ این شده از گرگین. آقای موری گرامی میگوید که او بود و که او بود بر پای و عذر میخوام که او بود بر پای و یعنی ایستاده بود نیزه به دست، چو گرگ این فرود آمد اون برنشست. این مطلب شده است که چو گرگین فرود آمد او برنشست. یعنی گرگین هیچ موضوعیتی در این صحنه و این فضا ندارد، هیچ ربطی نه جز این که اینها گرگین رو گرگین نوشتن. و از این مقوله در این رستم و سهراب ها و در این چاپ ها بسیار زیاد هست این اغلاط، که این مصححان محترم توجه نفرمودن و این ارتباط منطقی ابیات رو متاسفانه در نیافتن
اینها رو همه رو من با در واقع با مستندات و عرض کنم که با بحث های مفصل، یا فرض فرمایید در همین نسخه عرض می شود که نسخه لندن که قدیمترین نسخ هست، 675 اقدم نسخ هست، اونجایی که سهراب حمله می کند که خیمه کاووس رو برکند، می گوید خما آورد پشت و سنان کرد سیخ، بزد نیزه برکند 70 میخ، که معلوم می کند که اون کاتبی که می نوشته معنی لغت اصلی رو نفهمیده. چنین نیست، در واقع ما باید بتوانیم صحنه رو تجسم کنیم، با اندیشه های حماسی و فضای حماسی باید آشنا باشیم و با کتاب مستطاب شاهنامه انس و الفت بسیار قدیم داشته باشیم و بفهمیم اینها رو حرکت چه بوده، سهراب می‌خواست چه کند، این سیخ چه معنی میدهد اینجا، خماورد پشت و سنان کرد سیخ یعنی چی؟ بعد میگوید سنان کرد سیخ، بعد میگوید بزد نیزه برکند 70 میخ. خب اگر سنانش سیخ کرده موضوع نیزه چیست؟ یعنی چی؟ اصلا سنان سیخ کردن هیچ معنی ندارد، به یک غلط صریحی است، به سخن مهملی است. و چنین بوده است، میفرماید که هم آور پشت و سنان ستیخ، یعنی ستیخ یعنی محکم و راست فولادی، چون نیزه دو بخش داشت، یک بخش نی بود که از نی بود و یک بخش هم سنان بود که بر سر نیزه استوار میشد و اون بود که کار کشتن رو و جنگ رو انجام میداد. میفرماید هم آورد پشت و، یعنی سهراب پشت خود رو خم کرد، چرا؟ چون میخواد میخا رو بکند و میخا هم فرو رفته در زمین، تنابهای خیمه رو نگه داشته، لازمه کندن این هست که سوار روی اسب خم بشه. میفرماید هم آورد پشت و سنان ستیخ، یعنی سنان محکم و نیرومند رو بزد تند و برکند 80 میخ یا 70 میخ. از این مقوله اغلاط آقای موری گرامی بسیار زیاد هست که همه اینها رو برده توضیح دادم و در این حرف هم رستم و سهرابی که به چاپ خواهند رسون و نشون خواهند داد در چه نسخه چه آمده است با زیر نویس و توضیح، و این که عرض کنم که این واریانت ها از کجا آمده و عرض شود که معانی اینها چیز، همه اینها رو دارم روش هنوز کار میکنم، فقط 3-4 ماهی دیگه تحریر اینها عرض کنم طول بکشه. آقای موری گرامی خب خسته نباشید. آقای مشیری نقش محقق هم نقش بسیار دشواری است، همان گونه که خودتون فرمودید، یک محقق باید از دیدگاه های گوناگون اثر رو بنگرد و در زمینه های گوناگون تحقیق کرده باشه و متبحر باشه. در حال خوشحالیم که یک اثر، یک نسخه منقح از رستم و سهراب به دستمون خواهد رسید. اما آقای در میکنم جناب موری گرامی، در مقدمه رستم و سهراب هم چندین بیت هست که در اونجا یک بحث فلسفی و استدلالی در باب مرگ هست، در اون شماره ابیات هم البته بحث هاست، و در طول داستان که ما پیش می رویم و برخورد پهلوانان و سخن گفتن ها و اینها، هر سبب که اینها غلط های بسیاری متاسفانه، چون شعر فردوسی شعر بسیار ساده ای، در واقع این هارمونی شعر هم در بسیاری از مواقع سبب شده است که کاتب به خطا برود. مثلا خدمت شما عرض میکنم که در جنگ رستم و اشکبوس، وقتی که کاموس کاموس در واقع کشانی در واقع کوشانی بود است، آمده است به میدان و رستم آهنگ رزم کاموس میکند و اینجا میفرماید که تمتن زلوا شد دردمند. الوا شاگرد رستم بوده که کاموس رو به قتل آورده و رستم تماشا میکرده قتل شاگرد و دوست خودش رو. کجا نیزه رستمو داشتی؟ پس پشت او ایچ نگذاشتی، یعنی نیزه‌دار رستم بود و محافظ پشت سر رستم بود، زابولی بود و پرورده او بود، بسیار دردمند شده و میخواهد که برد به میدان کاموس. میفرماید که تمتن زلوا شد دردمند، ز فتراک بگشاد پیچان کمن، چو آهنگ رزم یلان داشتی کمندی و گرز گران داشتی، یا چو آهنگ رزم سران داشتی کمندی و گرز گران داشتی، یعنی که وقتی حریف بی اندازه نیرومند بود اسلحه رستم کمند او بود و گرز او بود. اینجا بدین وجه آمده است، در واقع این هارمونی شعر، وزن شعر سبب شده است به گمان من که این خطای صریح وارد شاهنامه بشود. متاسفانه مصححان محترم هم تقلید بکنند، میگوید چه آهنگ مازندران داشتی کمندی و گرد گران داشتی،
که اصلا مطلق این قضیه مازندران هیچ موضوعیتی در این بیت نداره. و گذشته از این، یعنی منطق سخن رو اگه ما نگاه کنیم سراپا غلطه، چون رستم زمانی که آهنگ مازندران کرد نه تنها کمان داشت و گرز داشت و نمیدونم شمشیر داشت و همه سلاح رو کامل اسلحه پوشیده و به جنگ مازندران رفته. در ثانی مازندران اینجا هیچ موضوعیتی ندارد جز این که چه آهنگ رزم سران و چه آهنگ مازندرانی، رزم سران و مازندران هم وزن بوده و در ذهن این نویسنده یا کاتب اصلا ناگهان چنین چیزی بیدار شده است و نوشته چه آهنگ مازندران داشتی کمند یا گرد گرد که موضوع از بیخ و بول خطاست، چه آهنگ رزم سران داشتی کمند یا گرد گرد داشتی. که البته ما نمیتوانیم در واقع تصحیح ذوقی بکنیم و با حدس و گمان بخواهیم که لغتی رو بریم لغتی گرده بگذاریم، بایستی کنکاش کنیم در نسخه ها بیابیم، مگر این که خطا بسیار بسیار صریح باشه و ما نتوانیم جای پیدا کنیم، اون موقع است که عرض کنم راه رو برای تصحیح قیاسی باز میکند. اما یک محقق دقیق همواره بایستی از تصحیح قیاسی عرض کنم که احتراز بکند. آقای موری گرامی ممنونم. آقای مشیری الان میخواهم با شما مطلبی رو مطرح بکنم در ارتباط با تاریخ، چون به حال شما تاریخ بسیار خواندید و با پیچ و خمهای اون آشنایی دارید و با قواعد و قوانین و نظاممندی های اون. میدانیم که این روزها در تونس، در الجزایر، در مصر تحولاتی آغاز شده است، به خصوص در تونس و دیروز امروز در مصر به شهرهای بزرگ این تحولات رسید و به حال ممکن است که فروکش نکند. به این مناسبت میخواستم از شما به عنوان یک تاریخدان پرسش کنم که آیا وقوع انقلاب ها تابع قواعدی است، تابع نظام هایی است، تابع تاریخ، تابع هیجان های قومی است؟ یعنی از در اندرونه یک ملت ناگهان هیجان هایی منفجر میشه، یا اینکه عوامل خارجی مانند فرض کنید گرانی و تورم و مسائلی این قبیل نقش اصلی رو بازی میکنه؟ بله بله، خیلی ممنونم. همینجور که شما سوال میفرمودید من جستجوگر جواب بودم در ذهنم ببینم که چه چیزی بایسته و شایسته میشود عرض کرد. خدمتتون عرض میکنم که مطلب ابتدا از نارضایی مردم آغاز میشه. در واقع زمانی که یک حکومتی به قدرت میرسه ابتدای کار معمولا چنین بوده که رضایت مردم رو جلب میکرده و رفته رفته که زمان گذشته همواره چنین بوده. آقای مهدی گرامی تمام این امپراتوری ها رو که ما ببینیم از امپراتوری روم گرفته تا هخامنشیان و غیره و اینها، ساسانیان به خصوص، اینها در ابتدای کار چون مردمانی ناشناخته بودند برای خدمت به مردم و در واقع رضایت مردم میکوشیدند و رفته رفته که زمان میگذشت عناصر فساد وارد دستگاه دولت میشد که این در واقع همزاد قدرت هست و بدون شک و بدون هیچ تردید تقریبا به دقت قانون نیوتن این مطلب عمل میکند که هرچه قدرت مرکزیت بیشتری پیدا بکند و یک شخص به خصوص حکومت فردی، این با فساد توأم هست. زمان میگذشت و میگذشت تا روزگاری میرسید که در واقع قوه ابداع و ابتکار در راستای رضایت مردم از میان میرفت و بعد این اتفاق میافتاد مردم رویگردان و ناراضی میشدن و در اندیشه چاره کار، حالا اگر میتوانستن و یک رجلی بروز و ظهور میکرد علیه حاکمیت وقت اینها به او کمک میکردن، یا ممکن بود که فرض فرمایید دولت خارجی حمله بکند، اون موقع اونها کمک دولت نمیکردن برای تغییر. در واقع اندیشه تغییر از اون از نارضایی به وجود می آید که در دوره‌های مختلف این نارضایی خود رو به وجه نشان می دهد. در عصر جدید در واقع از انقلاب فرانسه می تونم عرض کنم و آمریکا که بگذاریم،
اینها به صورت انقلابات، ما به اینها در واقع انقلابات میگوییم، انقلابات عصر جدید، و اینها در واقع عرض کنم از شرایط جامعه و زمان پیروی میکنن. آقای محیطی، یعنی شیوهی که فرض کنین امروز در مصر میبینیم یا در تونس دیدیم یا در ایران دیدیم، و اینها شیوه های جدید ابراز نارضایی و برداشتن حکومت هاست. شیوه های قدیم به وجه دیگر بود. شیوه های قدیم در واقع عمدتاً با شمشیر بود، با کودتا بود، با خونریزی های از بنام عنیف و شدید بود. این است که اینها امروز در واقع به واسطه اون که همه جهان کاملا به هم پیوسته و هر فردی در دورترین نقطه جهان میتواند در راستای عرض میکنم همه اخبار جهان و همه دانش قرار بگیرد با این سیستمی که حقیقتا اعجاز علم بوده، و اگر از مخلص بپرسن بزرگترین ابداع اختراع چه بوده است، عرض میکنم همین اینترنت که همه آدم ها رو به هم متصل کرده، همه مردم در جریانات همه چیز هستن. یعنی با یک سر انگشت میتوان دید که مثلا ملت آلمان درآمد سرانه هر کسی چقدر است، در شیلی چه میزان هست، در روسیه، در هند و چین و اینها چه خبر هست. و این در واقع این ارتباطات این رو آورده، و شخصی که نشسته است اونجا در ایران یا در مصر یا در اینها رو نمیشود دیگر پشت پرده های آهنی نگاه داشت، اینا در جریان امور هستن، بنابراین خواسته هایی دارن و مقایسه میکنن. و بعد وقتی هم که عرض کنم که معمولا اینها جوان ها هستن بیشتر در این عرض کنم که انقلابات جدید، بعد مقایسه میکنن خود رو با جوانی که در چیزی مثلا فرض کنید سوئیس زندگی میکنه، آمریکا زندگی میکنه، هزار گونه امکانات دارد، و بعد نگاه میکنه به حکومت خود، در میابد که این حکومت ها به شیوه ما قبل قرون وسطا دارن عمل میکنن، یعنی همون شیوه چوپان و شیوه گوسفندداری و گاوداری و اینها، عرض کنم همون شیوهی که در این کشورهای عربی هست و کشور خودمان هست، و عرض میشود که در همین لیبی و در همین مصر و اینها به شیوه های استبدادی با یک رویه بسیار ضعیفی از دموکراسی. این است که در واقع کل منطقه خاورمیانه، میخوام خدمت شما عرض کنم، از دهه 70 به این سو فزون بر 80 تا 90 کشور دموکراتیک شدن یا بیشتر، اما وضعیت خاورمیانه عقب‌تر رفته. یعنی ما اگر به فریدم هاوس که اینها در منعکس کننده وضعیت آزادی در جهان است نگاه کنیم، در میابیم که در بسیار از کشور خاورمیانه وضعیت آزادی بدتر و بدتر هم شده. بیشتر شمرهشون نمره 6 میگیرن، 5 6 7 بکنم آخریش باشه. اینها این است که امروز و جمعیت در حال نو شدن هست و جوان هستن. نگاه کنیم به همین جمعیتی که در تونس بودن و در مصر هستن، و اینها در واقع این عرض که با یه دوست دانشمندی صحبت میکردم، ایشون همه چیز را از شرایط اجتماع میدید و میگفتن که وقتی که بخواهد یک طوفان عظیم در دریا به وجود بیاد، منتظر یک پروانه یک کشتی، یعنی همه شرایط آماده است، روشن کردن یک پروانه کشتی ممکن است طوفان بسیار بسیار عظیم ایجاد بکند، به جهت اینکه عرض میکنم که شرایط دریا و شرایط جوی کاملا آماده هست برای عرض میشود که یک همچین چیزی. بنابراین امروز که ما نگاه میکنیم در کشور سودان که این ماجرا اتفاق افتاد، بلافاصله در مصر، در ایران هم این داستان بوده. در واقع چیزی که این مردم این سرزمین ها میخواهند آزادی و نگاه به جلو و تجدد هست و مشارکت در عرض میکنم کار سیاست و سهیم بودن در سرنوشت ملی. و این استبدادیون عرض میکنم که بر اریکه قدرت نشستن و این اجازه رو میخواهند ندهند. اینها در واقع میشود گفت این مگس حضرت سیمرغ، نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. اینها میتوانند اندکی حرکت تاریخ رو در واقع کند بکنن، ولی در این سرنوشت نهایی تاریخ که آزادی انسان خواهد بود، اینها نقشی نخواهند داشت. این هست که زمانه تغییر هست و این تکنولوژی و ارتباطات هم بسیار بسیار کمک کرده، و از سبب که این حوادث دارد به بقیه میشوندن. بعد از تونس نوبت ایران هست، در اردن هم من شنیدم اتفاق افتاد، و اما این پادشاه بسیار باهوش است، سعی کرده است که اون رو مصادره بکند و در خدمت مردم باشد از این صحبت ها. و عرض شود که اولین جایی که آغاز شده است ایران بوده. امیدوار هستم من که این یک حرکت دورانی داشته باشد و برگردد باز به ایران،
و این رژیم های پوسیده قدیمی که اینها در واقع خود رو تحمیل کردن بر جامعه و به ساط استبداد و زور گستردن، تومار حیات اینها برچیده بشود. و در اون صورت است که میتوانیم بگویم که خاورمیانه جای بسیار بسیار زیبا و خوبی خواهد بود با توجه به سوابق تاریخی این سرزمین و فرهنگ بسیار غنی. فکر میکنم یکی از بهترین جاهای جهان خواهد بود. اما این پیروی میکند در واقع از شرایط روزگار و خواسته های مردم و توأم با نارضایی از یک سو و وجود استبداد از سوی دیگر. آقای مهری، در این دهره تحلیلی که من میتوانستم بکنم همین بود. خدمتتون عرض کردم، اگر که سوال دیگری باشه. قربان. ممنونم آقای مشیری. آیت الله محمد علی تصفیری، بله بله، دبیر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، با خبرگزاری مهر گفتگو کرده و گفته است که انقلاب مردم تونس در اعتراض به ضدیت با دین بود، نه مسئله نان و کار. آیت الله تصفیری خیزش مردم به انتصاب خیزش مردم به مسئله نان و کار را به رسانه‌های استکباری نسبت داد. گفت اینها دروغ میگویند. تبلیغات رسانه‌های استکباری سعی میکند که بگوید این نهضت مربوط به نان، شغل و امثال اینهاست، نه اعتراض به ضد اسلامی بودن حکومت بن علی. و امروز هم تیتر روزنامه کیهان چاپ تهران این بود: طوفان انقلاب اسلامی بعد از تونس به مصر رسید. ای داده بیداد. ببین آقای مهری، اینا همه مقالطات و دروغهای آخوندها. این مخلص رو به یاد اون عرض شود که مقدمه کلیله و دنده می اندازد که شخصی آویزان بود واژگون در چاه و مقابل او یک سوراخی بود پر از عسل شیرین و مصفا و در پایین اژدهای دهان گشوده بود و میگوید موشهای سیاه و سفید این تناب پای او رو میجویدند و او آگاه نبود و به این عسل شیرین دل خوش کرده بود که ناگاه تناب برید و او به دهان اژدها افتاد. در واقع اینها دل خوش کردند به مال دزدی و در واقع تحمیلی که مردم میکنند و دست تصرفی که در اموال عموم میکنند و با این دروغها هر سبب که دل خود خوش کردن و در واقع اینها زدن به کار مصادره همه چیز. ما اگر نگاه بکنیم هر سبب که وقت اینها نتوانستن فرهنگ این مملکت رو بزدایند و عربیزش بکنن یا دوباره اسلامیزش بکنن، شروع کردن به مصادره کردن. مصادره کردن خیام، مصادره کردن فردوسی، مصادره کردن عرض کنم که سردار جنگل میرزا کوچی خان که این شیخ بوده و عالم دین بوده از اینجور صحبت ها. و امروز هم دارن این انقلابی که دارن اتفاق میفتد که برای آزادی و تجدد هست و موضوع عرض میکنم اقتصاد هست و برطرف کردن گرفتاری ها هست و وارد شدن به جرگه ملت های آزاد هست، میگن انقلاب اسلامی داره قیامت میکنه. یعنی ایها الناس، اون چه اونها در آینده میبینن ما داریم، ما اشکالی نداریم. در حالی که هر شنوندهی که اندک عقلی داشته باشد در میابد که اینها ناشی از ترس اینهاست. آقای مهری گرامی، یعنی میخوام به خدمت شما عرض کنم در این به خصوص این دو سه سال گذشته اون چه اینها گفتن از بام تا شام جز دروغ نبوده و جز تزویر نبوده و جز گمراهی و سیاهی نبوده، به وجهی که اینها میان همین دروغ ها غرق شدن و معلوم نیست که کی اون تناب در واقع گذشت روزگار و زمان هست، در واقع اموش و سیاه و سفید این تناب پوسیده اینها را هم پاره بکند و اینها هم به دهان اژدهای تاریخ بیفتند. آقای مهری، و اینها برای اسلام نبوده، هیچ کس تا به امروز برای اسلام انقلاب نکرده. آقای مهری گرامی، حتی همین کسانی که بمب خود میبندند و خود رو میکشند، اینها از ناامیدی و فقر و بیچارگی است. یعنی من گمان میکنم این کشور آمریکا که میگفتند ماهی نمیدونم 5 یا 6 میلیارد دلار صرف جنگ عراق میکند، اگر اینها رو صرف سازندگی میکرد، گسترش تعلیم و تربیت، گسترش اقتصاد، به لحاظ اینکه شما اگر به پاکستان تشریف ببرید در اون منطقه یک فقر سیاه هست، کسی کاری ندارد، امیدی به آینده ندارد، یعنی راه آینده رو کاملا بسته میبینند. گمان میکند که حداقل یک بمبی به خود ببندد
میگویند فرد شجاعی بود که شهید شد و شهید هم به وجه الله نگاه میکند و عرض میکنند که رفقش از خدا میگیره. این است که اونها هم برای اسلام حقیقتا نیست آقای مهری، اون هم از ناامیدی و بیچارگی است و در واقع توهین و تحقیری است که در حق این گروه مسلمین عرض کنند که روا داشتند. در واقع هیچ کس برای نماز و روزه انقلاب نکرده. انقلاب ایران هم که میگن اسلامی، انقلاب اسلامی، من عرض میکنم به جد با این ترکیب و این واژه مخالف هستم، به لحاظ این که هیچ کس برای نماز و روزه انقلاب نکرده. صحبت مردم ایران کم بوده حج و نماز و روزه و اینها نداشتن، برای موضوع آزادی بود و برای بهبود اوضاع دنیوی بود، همچنان که همه انقلاب ها. و این دروغ ها دیگر در ایران و در هیچ جای جهان خریدار ندارد، به ویژه در مصر که اساسا برای مصر کاملا عادی شده است که از سال 1956 اساسا شریعت غیر قانونی اعلام شده. آقای موری، یعنی روشنفکران مصر از دیرباز کوشیدن در این راستا که آقا داستان دین چنین هست و وجود او در حکومت جز فساد چیزی نیست، و با وجود این که بزرگترین مرکز تعلیمات اسلامی الازهر هست و می شود استنتاج کرد که در واقع بزرگترین ملایان و مفسران و قرآن و اینها در همین الازهر هستن، با این وجود عرض کنم مردم مصر توانستن این امر به کرسی برسانند که این قانون شریعت در واقع که عرض کنم که مربوط هست به قصاص و مطالب مربوط به ارث و موضوع از شبت که اینها مسائل عقب افتاده است که در مصر نمیشود باشد. این است که مصریان بیدارتر از این هستن و برای اسلام انقلاب نمی کنند. کسی مصریان هم به همین وجه ماجرا مکاملا زمینی است و مربوط است به حیات انسان و بهبود حیات انسان. و این دروغ های شاخدار اساسا آقای مهری گرامی، شما مگه تاریخ اسلام رو نگاه کنیم ببینیم که بنمایه سخن شیعه از ابتدا دروغ بوده. آقای مهری ببینید همین داستان عرض می شود که موضوع ولایت و موضوع نمیدونم نسل جلی و نسل خفی که اینها آمدن، اهل تسنن گفتن آقا وقتی که پیغمبر مرده و از این دنیا رفته، در واقع این امر مسلمین مربوط است به انتخاب مسلمین که یک کسی رو انتخاب کنن، مربوط است به امت. این بسیار زیباست، یعنی یک رگه های از دموکراسی درش کاملا میبینید. چی آمده است؟ گفته است خیر، این اولاد علی با مابقیه برکت پیغمبر هستن و این نطفه مقدس هست و هر شود که این در اون دو تا توبره عرض کنم که اینها که بوده است، حالا اسمش هم یادم رفت، اسم کریهی هم دارد، اینها آمده است و خند نمیدونم شمشیر ذوالفقار و قرآن و نمیدونم چی هر داده است و یک جا هم فرموده است که هر که مرا دوست دارد علی را هم دوست داشته باشد. و این عرض کنم که نسل جلیس و نسل خفیر هم ما نمیدانیم، خودشان باطن قرآن رو یاد دادن و همه چیز دروغ، یعنی مبتدی بر دروغ. بعد هم آمدن گفتن که بقیت الله به چاه رفته و بعد از چاه بیرون میاد دنیا رو پر عرض داد میکند. میپرسیم چگونه؟ میگوید با کشتن. اونقدر میکشد که در رکابش تا رکاب خون میگیرد. و بعد کسی میگوید که ای امام بس نیست، و امام خم میکند کمر مبارکش را و این گالش یا این نمیدونم گیوه علی اصغر حسین را از خون بیرون میکشد، میگوید شما میگویید بس هست، میگویند بکش. و بعد امام از شبت که البته ابتدا میره و بستر گور پیغمبر و ابوبکر عمر را آتش. یعنی هر چه ما شنیدیم از این ملایان شیعه هیچ مبنای عقلی و استدلالی نداشت، ضمن اون که اینها بر این هستن که عقل هم یکی از عناصر فقه هست. اما هیچ چیز راستی ما از اینها از ابتدای امر آقای مرید ما نشنیدیم تا چه رسد امروز که اینها دست بردن و دست دراز کردن به اموال مردم و به جان مردم و هر 8 ساعت یکی از ابناء این سرزمین رو به دار میکشن و از هیچ وقاحتی هم متاسفانه رویگردان نیستن. این است که عجب نیست و غریب نیست که یک مردی عرض میکنم از این دست از این نوع سخنی از این دست بگوید که هیچ پایه عقلی ندارد. آقای مدیر خسته نباشین جناب آقای مشیری، خیلی ممنونم ازتون، با اجازتون تا هفته آینده. درود بر شما، شب و روز هموطنان بخیر.